بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون خدي مدينة دي تنګ مره رسول د اجم دنیا گئی کی قلب درزم تنگ مره رسول د اجم دنیا گئی کی قلب درزم خدای مې د نسی کليستا دیدار په زندګۍ کې قلب درزم تنگ مره رسول د اجم دنیا گئی کی قلب درزم تڠي رسول دا <متحدث> <متحدث> اي <متحدث> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و يضلل فلا هادي له واشهد اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ددنبالای بحثه گذشته ما که در اونجا ابلیس لعین بعد از کی الله متعال برش امر سجده را کرد و سجده نکرد سرکشی کرد بغاوت کرد مرضها که در وجود ابلیس بود شما مو شما اور بیان کردیم ک الله متالی مو شما ر از او مرضها نگاه بکنه گپی خیل ناگوار یا نادرستی ک ابلیس لعین دیگهم کرده او موضوع از ای بود که ملامتی نباله گمراه کردنه سر اللهمتالی سر تقدیر میندازه مثل ک د ای آیت تشریح کردیم که ابلیس لعین میفرمایه که تو مره گمراه کردهچون اگر مه در آینده هر قدر مخلوقه به راههای غلط دعوت میدم انگیزه ازای گمراه کردن توس یعنی مرا د تقدیر گمراه کرده بودی از او خاطر مه ای کارا ره میکنم و موو شما د مورد تقدیر بحث کردیم که ای گپ غلط است نادرست است در علم الله متعال موجود است که این مخلوقش پیدا میشه الله برش اختیار میده امکانات میده راه خوب و بد برش معلوم میکنه اما انسان به اختیار خود راه غلط انتخاب میکنه یا راه خوب انتخاب میکنه از همین خاطر مدار ثواب و عذاب امی اختیار بنده است و جنت و دوزخ که مرتب میشه به می خاطر مرتب میشه که ای صاحب اختیار است اگر عمل نیک انجام داده به اختیار خود انجام داده مجبوری محض نبوده و همچنان اگر ا مستحق جهنم میشم اسبابیشه ای به دست اورده و به اختیار خود همی کاره انجام داده که مستحق جهنم گشته ابلیس با وصفه که میدانست که مه از اینمی حالت مردود شدم باید عاجزی میکرد تفکر میکرد که مقامو منزلتم در کجا بود به همراه ملائک بود با وصفی که از جنس ملائک نبود یک از جنی جنس جنیات بود ملائک از نور پیدا شده بودند اما نظر به عبادات ظاهری و نشست و برخواستی که مطابق ملائک انجام میداد الله متعال امی مقام منزلت برش نصیب کرده بود اما یا ابلیس به جای از که نعمت الله را شکرگزاری بکنه خطای خدا اول خوبادیش خطا نمیکرد تعامل میک تفکر میکرد در این مورد که معتبر امر الله متعال است نه معتبر ای که من را برای کی میکنم از خاطر است که بندگی امیر میگه امیر امیر که ما به الله میبینیم وقتی الله بر ما فرمان میده ما مطابق فرمان الله متعال یک عمل انجام میدیم به این سعی نمی کنیم که چی مسلحت داره چی ارزش داره چی حکمت داره در این سعی نمی کنیم از در تمام احکام الله متعال هم یک حکمت کفایت میکنه که اطاعت امر الله است اجرا کردن امر الله متعال است از همین خاطر امی بنده کافی است خلی که نبلیس از این کار نگرفت به جای از این که از سری قصوری خود اعتراف بکنه خطای خود بپذیره و رجوع به سوی الله بکنه که الله آینده حالت مرا خوب بکو نه ناعوذ بالله به با تور اعتراض به تور انتقاد نه غف به مغویتنی په سبب دې چې مر غمرا کړی لا قعدن لهم ببندگان تو مشینم صراط وکالم مستقيم در روی مستقيم یا درستو برابري تو هالي مقایسه میکنیم موازنه میکنیم د بین ادم علی السلام و ابلیس الله تعالی چه قسم چه قسم تقسیم خیل مناسب او بجاره میکنه ظرفی که نعوذ بالله مملو از شر است شر دیش می آید و ظرفی که مملو از خیر است خیر دیش می آید الله متعال عادل است حکیم است عدالت به عدالت کار میکنه هیچ وقت نمیخواه که الله متعال کسی را امکانات داده باشه و او در رای نیکی و اطاعت الله مصرف کرده باشه و بازم الله او را گمراه سازه این کار الله نمیکنه دیگه میبینیم که ابلیس به جای از اینکه سری جرم خود سری خطا و نقصان خود اعتراف بکنه با جای را انتقاد پیش میگیره و الله متعال پلیتی یا شرک یا بدعت یا عقیده غلط سری کسی میگذاره که او یقینا خود بری خود امو اسباب عقیده غلط آماده کرده چرا الله خالق است هر کس که اراده کدام چیز میکنه الله برش پیدا میکنه چرا که خالق الله متعال است ابلیس اراده شرک کرد الله متعال شر برش نصیب میکنه اما ببینیم آدم علیه السلام هم خطا شده از خوردن یک درخت من میشه که قصیش انشاالله الله انده در آینده در درس های دیگه باز ما و شما میخوانیم بسیار نکات مهم داره به خاطر که آدم علیه السلام چرا من میشه فلسفه و حکمت از این چیسته و بعد اون چرا ای خورد با وصف که الله متعال من کرده بود درس عظیم برای ما و چرا که وقت پیغمبرش از یک چیزی که به اجتهاد خود خطا میشه الله متعال پس معاف میکنه ما بندگان الله متعال به بسیار موارد در کارها میتون خطا میکنیم الله متعال معاف میکنه آدم علیه السلام هم خطا میشه اما نمیکنه که کی بگه یا الله ما چی در تقدیر برم نوشته کرده بودی او ایرم نوشته کرده بودی که مرا خلیفه در, 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 زمین مقرر میکنی خیر چطور زندگی ما در جنت باشه لایق خویی بود که آدم علیه السلام می احتجاج استدلال می کرد که یا الله حتی با تو از ابتدا گفته بودی که در روی زمین کسی را خلیفه میگردانم و او را مرا تجو... تجویز کرده بودی یا فرمان متعلق شده بود که ما خلیفه در روی زمین باشم پس ما که مرتکب ای خوردن درخت میشم ای باعث پایان شدن ما در زمین است من هیچ مجرم نیست خود فیصله کرده بودی نه عالی ملامتی سری تقدیر نمیشه عالی خدا قصور و اعتراف خودش به خود نسبت نده به الله عاجزی میکنه از او خاطر ابلیس بی بی سوی ادبشه بیادبی شه امرای پروردگارش گمان بد بالای الله متعال کردن سر کفر سرار و مداومت کردن نعوذ بالله در آینده هم از تغیان و سرکشی کار گرفتن و اعلان نمودن که من اینی تو اینی تو کارا را کرده رو ایستم ای جانب ابلیس است اما جانب آدم علیه السلام چی است؟ اونجا میبینیم که چقدر حسن ادب است چقدر گمان نیک بالای الله متعال است چقدر آینده خ میسپاره به اللهمتا ک ا الله ار تو رحم نکن ما, ما نمیتانیم ا توفیق توسته بر ما اینجه فرق است ک ابلیس و آدم علیه السلام چقدر تفاوت داره واین ال معلوم میشه ک کدام افراد راه ابلیس د پیش مییره و کدام افراد راه آدم علیه السلام م علهالسلام د سوره اعراف دعا میکن فتلقی آدمو من ربه کلماتن ک د سور بقره مموخت آدم علیه السلام و سلام چیزی کلماتی را از پروردگار خیش آموخت آدم علیه السلام از جانب الله کلمات را آموخت که او کلمات باید وظیفه جور کنه آدم علیه السلام تا که از اینمی نقصان خود برایه اینی را مردم میگه که در وقتی که انسان خطا میشه چی باید کرد آدم علیه السلام امرای حوا علیه سلام دعا میکنه ربنا قالا ربنا ظلمنا انفوسنا ای پروردگار ما سری نفس خود ظلم کردیم نمیگه که ما ملامت نیستیم تقدیر این کرده تو نوشته کرده بودی سر ما بعد همی طور شو آخر الامر در دنیا میریم جنت و دوزخ تو پیدا کرده ای باید در بین اولادی ما کافر و مسلمان پیدا شوه نه نه اول میگه ربنا ایزاتی که مالک و متصرفی ماستی ما مخلوقی توستیم هر فرمان تو قابل تعمیل است قابل اجراست هیچ ناسرکشی در اینجا موجود نیست خود میگه ربنا بعد از میگه ظلم ننفوسنا ما سری نفس خود ظلم کردیم ظلم سری نفس چی را میگه سری نفس هم ظلم میشه بله دو قسم سری نفس ظلم میشه یکی ندادن یا پوره کردن حوایج یا ضروریاتی که خیلی مهم است برای نفس نفس ما خوردن طلب دار است پیش ما اگر ما بیشیریم قرار و چیزی را نخوریم که همین قسم بمریم گناهگار هستیم سر نفس خود ظلم کردیم خودکشی کردیم گنای کبیره میشه تنفس بند میکنیم بین بند میگیریم و دهنم بند میگیریم تا که چند مدت چرا نفس تقاضایی نمی تنفس داره اما تو بند کردی خودکشی کردی گنای کبیره است نوشیدن امی قسم کدام چیزی را که الله متعال برش اجازه کرده برای پوره کردنش تو را ندی دهی صورت تو ظالم شمرده میشی سر نفس خود ظلم کردی این یک نوع ظلمی است که را هر کس می دانه. یک آدم وقتی خود در مشقت می پرته مثلا در سفرم روان سخت توشنه و گشنم شده زوف هم روزه را کلی مردم میفهمه که اینی سری نفسی خود ظلم میکنه چرا؟ الله تو رخصت داده که در دا سفر بخور روزی تو تو نمیخوری خب مریضی سخت است ضرورت دنیاز به آب خوردن و گپا داره به تداوی داره اما این مرد نه 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 مرا بگذاری دمی حالت که من چی بکنم روزی خدا تکمیل میکنم ظلم کرده سری نفس خود هر کسی میگه که ظلم سری نفس خود کرده یک قسم ظلم است اما قسم دوم ظلم است قسم دوم ظلم که فل حال در حقیقت خوشکدن نفس است فل حال در حقیقت راضی کردن نفس است اما در واقع و نفس الامر در اصل حقیقتش ای ظلم بالای نفس است نفس پیش میکنی به او عذاب الله متعال که و عذاب دائمی است کسی که گناه میکنه در سری خود سری نفس خود ظلم میکنه توانی خود کرده در نظام الله متعال هیچ و تغییر نمیه اگر کل مخلوق الله شرک کنه اگر کل مخلوق الله کافر شوه در نظام الله تغییر نمیه هر حرکت خلافی که میکنی فقط توانی خودیت است نقصان به خودیت است چرا؟ به خاطری که الله متعال تو را خامو پیدا نکرده تو را زندگی تا ساخته حد دا مقرر کرده چوکات گذاشته که اینی حرکت را رکت بکن اگر تو خلاف از او رکت میکنی نفس خود در حلاکت پیش میکنی خود تعصف است که امروز اگر آلی ما را کسی از زمین کلکین بگیره و بگویه که تو را میپرتم به هیچ قیمت رازی نمیشه که ما از این جهان داخته شام. به هیچ قیمت چرا میفهمم که میفتم زیر حتما او کار میشم اما سخنی که الله بر ما خبر داده پیغمبر الله بر ما خبر داده که اگر اینمی حرکات انجام دادی اینی اعمال انجام دادی شما اینمی قسم حلاک میشید آتش و آتش اینطور آتش است صفت آتش, آتش هم به با ما بیان کرده اما ما تنبی نمیشیم آگاه نمیشیم آگاهی حاصل نمیکنیم بسیار سخت است آدم علیه السلام فامیده بود که ما کدام کاری از پیشم سر زده این نقصانی خودم است در نظام الله چی نقصان آمده؟ ایت نامده در دربار الله کدام هیچ تغییر نامده تغییر در خود آمده در نعمت های بزرگ جنت سکونت داشت آلیمیه در دا زمین رزقی تیار آماده به تکلاف صد فیصد حلال برش محیا بود آلیمیه دیگه زحمت بکو محنت بکو آخرش هم حلال باشه یا نباشه این تکالیف بکش نقصان خدا کرده از امو خاطر اعتراف میکنه آدم علیه السلام میگه که ربنا ظلمنا انفسنا ای پروردگار ما سری نفس خود ظلم کردیم گناگار سری نفس خود ظلم کرده و ان لم تغفر لنا و ترحمنا اگر تو بر ما بخشش نکنی و سر ما رحم نکن مغفرت در امور سابقه و ماضی میه الله متعال اگر تو خطا و قصور و کوتاهی ما که سابق از ما سر زده او را بخشش نکنی پرده سرش نپردی ما خو میشیم و ترحمنا در آینده تو با سر ما رحم نکنی مقایسه کنی عالی خود اعتراف داره به الله متعال اظهار آجیزی میکنه و باز میگه که یا الله اگر این مغفرت بر ما نصیب نشود تباستیم لنکنن من الخاسرین ما توانی توانی شدیم آینده اگر تو سر ما رحم نکنی ما در بدر هستیم اما سوی ادب ابلیس بیبی که کلی گپار در تقدیر حواله میکنه هنوزم اعلان و سرکشی کرده رویست که در رای بنده هایت میشینم و یارا گمراه میکنم و مستقیم فرق است بین دو طبیعت ها طبیعت ابلیس بیبی بی و طبیعت آدم علیه سلام و متعال خو وجود شناخته که اینی وجود مناسب کدام حرکت است و کدام فکر است کدام عقیده است امو فکر امو عقیده برش داده شده چرا که وجود خدا برابر کرده به مو عقیده و فکر و اید دست هر کس است ما دمی ساعت اختیار داریم اینجا میشینیم یا میریم طرف مسجد بریم یا طرف سینما تلویزیون امو چیش د دست ماسته کدام تلاوت قرآن میگیریم نه یعنی که رقص میگیریم در اختیار خودی ماست کل انسان هر لحظه فقط این اختیار اختیارات پیششان است در دست خودشان است کدام طرف کدام طرف حرکت میکنه این کار خودشان است راهی آدم علیه السلام در پیش میگیره یا راهی ابلیس کدام میشه یه واضح گفه است داستان آدم علیه السلام از پایین شدن از پایین شدن شش جنت خوردن درخت نسجده کردن ابلیس ترسای عظیم برای زندگی ماست که ما چه بکنیم آیا ما قصور نداریم آیا ما گناه نداریم؟ آیا ما خطا نمیشیم؟ به ست ها مرتبه به هزار ها مرتبه اما چی راهی برای ماست؟ ملاوتی را با سری تقدیر پرتیم امروز یک تعداد مردم میگه پا نمیزنه بنگی برالا بلکل انکار سریح میکنه وی، الله مرا پیدا نمیکرد الله هیچ نعوز بالله شهوت پیدا نمیکرد که ما زنا نمیکردیم همین اعتراض است انتقاد است سر خلقت خود انتقاد داره اینمی مردمات اونمو لشکر ابلیس لعین است که در او تاریخ امی را برای الله تقدیم کرده بود امروز شاگردای ابلیس امی سخنا را تو بالا میکن این کس گفته نمیتونه که بله امی گپی ما پروا نداره این گپی تو پروا نداره نیست بلکه عینن تکرار ای گپی ابلیس است چرا به خاطری که امر کار انجام داده خود به اختیاری خود باز میگیری تقدیر ملامت میکنی عجیب است <applause> کار خود انجام داده به اختیاری خود انجام داده باز میری تقدیر ملامت کو عجیب است ابلیس و آدم علیه السلام اما نکنی موازه کنی. باز بعد از ببینی که چقدر تفاوت است و تر لنکونن من الخاسرین آدم علیه السلام میفرمه که یا الله اگر تو سر ما رحم نکنی ما توانی توانی شدیم به کدام نکته اشاره میکنه آدم علیه السلام الله عزت داده ش کرامت داده ش مسجود ملایک مقرر کرده شه علم برش داده در دا بین مخلوقات شرافت عظیم برش داده کل کاینات د خدمت عزیز ام ا وظیفه خوده انجام نداده سر نرسانه سختترین توانی کرده بزرگترین توانی کرده از همین خاطر است که قرآن کریم میس چیست والعصر ان الانسان لفی خسر نه گفته که ان الملائکه فی خسر ان الجن فی خسر یا ان الجمادات فی خسر یا ان الحيوانات فی خسر ان الانسان لفی خسر انسان در توان است چرا که الله متعال اون نعمت به انسان ارزانی کرده که به دیگران اون نعمت ارزانی نکرده اما این نعمت الله را انسان نادیده گرفته شکرگزاری از زیر نکرده خود خود ابلیس میگه که ماندنی نیستم اولین کاری که ما خطا میکنم انسان ها را به خاطر که نعمت الله را منکر میشن نعمت الله را شکرگزاری نمیکنه در اینجا میگه ما در در راه مستقیم تو میشین در راه مستقیم تو برای بندگان تو میشین معلوم شد که شیطان تعهد کرده قسم یاد کرده و برای ما و شما نشسته است اچرات مستقیم د قرآن کریم رات مستقیم به چهار معنا آمده ما قرآن کریم میبینیم که سرات مستقیم چیره فته و ابلیس لعین چطور قسم یاد کرده که م بندگان تور در راه مستقیمش میشینم و یا ره او طرف میردانم سوره مریمه میکشیم باواضوکسچکاریکنه ابلیس یاد کرده تعهد کرده که الله به الله متعال می که بندگان تو را در رای مستقیمشان می کدام را این رای مستقیم رای حسی نیست که رای چاره قنبر یا رای کمپنی رای باقی بالا یا رای قرغه رای حسی نیست بلکه اینجا رای مستقیم رای معنوی است از ی دو شروع میکنیم که اصل مطلبه درک کنی اذ قال <سؤال> لابیه واذر فی الکتاب ابراهیم آی میفرماه الله متعال واذکر فی الکتاب ابراهیم پیغمبر عليه السلام در قرآن کریم یاد کو برای امت خود ابراهیم علیهالسلام شخصی ک حنیف است شهرت پیدا کرده در نشر اشاعت توحید الله متالنیف ست انه کان صدیقا نبیا ابراهیم علیه السلام صدیق بود راستکار بود د عقیده راست در عمل راست د اخلاق راست د گفتار راست همه چیزیش راستی بود نبیا پیغمبر بود اذ قال لابیهی زمانی که برای پدر خود میفرمایه اګر بچه پدر خوده دعوت توحید میده مؤدبانه در چوکات احترامو تعظیم پدر بد نبی... ن... ن... ندانه ایره پدر خفه نشوه ک تو آمه بر م ملا جور شده د خانواده ی تور گپا میباشه پدرو مادر مه تو بر م ملا جور شده از م پیدا شده ای گپار میزنه ای ب نادرست است بچه شده متانه علم بسار بزر باشه از پدر کده از مادر کده بچه معلومات داره دختر معلومات دارهپدرو مادر ناه در اینجا همی کلی ها بیان میشه زمانی که برای پدری خود میگه یا عبتی با کلام احترام نه ای پدر جان لیما تعبدو چه قسم ساده و بسید سخن قطش میگه پیچیده نه بحثای خیلی پیچیده نمی کنه بسیار به کلمات ساده که هر کس بفهمه چی برش میگه پدر جان لیمت تعبدو چرا عبادت میکنی ما اوتور معبودی را که شما برش عبادت کرده رو لا یسمعو ولا يبصر ولا یغنی عنک شيئا یک کسی را آدم عبادت بکنه که لا اقل سی صفت داشته باشه اگر این سی صفت نداشته باشه باز چطور قابل عبادت شوه کدام کدام اولش ما لا یسمعو و چیزی را تو عبادت میکنی که نمیشنوه عبادت از ذات میشه که در وقت مشکلت فریاد بزنی بشنو غیر از الله متعال بلا اسباب و وسائل هیچ کسی شنونده دیگه نیست او شما بطار معبود بری خود جور کردی قابل تعظیم نظر نیاز تواف همه گپاره ولا یبسی رو نمی بینه یک آدم آوازی میشن میشنه ولیکن تو رو نمی بینه که کجا هستی که کمکت کنه چطور رو معبود شده میتونه غیر از الله متعال بلا اسباب و وسائل کس کس دیده نمیتان بیچشم نمیتانیم کسی را ببینیم الله متعالی وسیله را بر ما داده این خاصی الله متعال است که او بیل اسباب میبینه سوم ولا یغنی عن کشی آه از تو دفع کرده نمیتانه یک آدم میبینه هم میشنوم اما توان و قدرت نداره که امی مشکل تو ای سی صفت خیلی مشهور در او معبودایی که در زمان ابراهیم علیه السلام پرستش می شود. اگر چوب بود، سنگ بود، ستاره بود، محتاب بود، افتاب بود، هر کدامش که بود همی سی صفت نداشت نه شنیدن می تانیست، دیدن می و نه دفع کرده می چیزی را از او ابراهیم علیه السلام استدلال میکنه به امروی پدری خود اول دعوت است، اول دعوت به پدر الله متعالی داستانه که برای ما ذکر میکنه، با می خودت ذکر میکن. که ما چی باید بکنیم باز چی میگه یا ابت اینی قد جا انی من العلم ایتور مرا به ادب فکر نکنی که ما خیستم دای خوردی خود به تو کلان پدر بشینم و بگم برای تو سر تو امر بکنم یا تو را نعوذ بالله بیاده بیاده بی ادبی کنم نه ما برم سند دلیل آمده علم آمده علم اینی قد جا انی من العلم ما برم علم آمده رفتم قرآن شنیدم امروز برادر خواهر ما میره قرآن میشنوه پس میایه حالات خانه را ارزیابی میکنه پدر و مادر میبینه که در کدام گپا غرق است حالی به پدر و مادر میگه که پدر جان تو کی گپا گفتی مادر جان تو گپا گفتی مادر برش نمیگه که سخی سه پرچه پرچید کنه او مادر جان سخی سه پرچه پرچه نمیتونه این برای الله متعال است نه برای کسی دیگره میبینه ی دعوت همی ده برش میگه که ما بیادبی نمی کنم برای ما علم آمده ما لم یعطی که که بری تو نامده چند سال استی پدر جان؟ شست ساله پدر جان ده کلی ده شست سال ده یک مرکزی قرآن رفته ای یک آیت با ترجمه شنیده نه ما خود ده سال میشه ده دوره تفسیر رفته رو هستم خود دیگه دعوت برد چرا تو خفه میشی؟ ما سند دارم ما دلیل دارم فاتبعنی تا بیدار مر بکو اهدکثرات سویا م توره نشان میدم راه درستو برابر او کدامس یا ابت لاتعبد الشیطان عبادت شیطان نکن عبادت یر الله کلش عبادت شیطاناس چرا که شیطان مزین کده غیر الله ره د نظر ا اور اجتروازهنش انداخته مشکلکشا جور کشهزهنېا شیطان از خاطر در حقیقت تابیداری شیطان میکنه در روز قیامت اولیاء کرام میخیزه فریاد میکنه که یا الله ما را عبادت نکرده یا شیطان عبادت کرده ما خو نگفته بودیم که بر ما کس سجده کنه ما خو نگفته بودیم که برای ما آواز بده سخی صاحب ملامت است نه سخی صاحب خبرم نداره که مردم برش آواز داده در روز قیامت برائت خود اعلان میکنه که یا الله ما خبرم نبودم و کسی نه بودم که شما در وقت مشکلات به ما آواز ایرا من نگفته بودم یا تابیداری شیطان کرده عبادت شیطان کرده چرا شیطان مرا طور به خیال از او جور کرد مثل که نعوذ بالله الله باشم در زین از او امطور جور کرده حالا که من مخو... الله نیست صفات الله در موجود نبود پس معلوم شد که کسی که عبادت غیر الله را میکنه عبادت شیطان را میکنه در حقیقت عبادت شیطان را میکنه شیطان در زینش مستحق عبادت شمرده حالا که او مستحق عبادت نیست و یا مخلوق و مملوک معبود شده میتون که خود محتاج باشه ان شیطان کان لرحمان عصیا واجیب است یک کسی که دشمنی یک کسی که نافرمانی الله را میکنه ذات رحمان را میکنه از او چی رقم تابیداری شد چرا تابیداری میکنی مراد الصراط المستقيم مستقیم در اینجا توحید است ابراهیم علیه السلام دعوت توحید به پدر داده معلوم شد که قرآن کریم سرات مستقیم توحید است پس اول مرتبه ابلیس لعین میشینه در سر رای اولاد آدم علیه السلام به خاطر که از توحید یارد به طرف شرک ببرد اول کارش همیست اول زحمت و محنت شیطان سر اینمی گفت خیلی زیاد است که زیاد محنت سریمزی میکنه که مردم توحید نه شرک مطلق چرا بزرگترین گناه شرک است بدترین گناه شرک است اگر دمی حالت بمره هر قدر نیک انجام داده نماز روزه زکات کلش در باد هوا میره از خاطر ابلیس کوشش میکنه محنتش جا باشه سمره به با دست بیاره همونطور کوشش نمیکنه دوم دوم سرات مستقیم چی را گفته سوری آل عمران می کشیم آیه یک, یک. الله تعالی می سرات مستقیم بارد تشیز چنگ زدن به قرآن کریم پناه بردن به تعلیمات قرآن فرا گرفتن تعلیمات قرآن کریم سرات مستقیم است سی و کیف تکفرونه چه قسم شما انکار میکنه از توحید الله و انتم تطلع علیکم آیات الله سری شما خود تلاوت میشه آیات های الله قرآن تلاوت میشه کل بحث توحید و فیکم رسوله در بین شما پیغمبر الله متعال موجود است چطور شما نعوذ بالله رای غلطه دا پیش میگیری بله و من بالله کسی كِي چنگ میزنه به الله مراد از الله اینجا چیست کتاب الله هست دستورات الله هست احکام الله هس. به ما روان کده فقد هودیه الى صراط مستقیم بریزی هدایت شده به سوی چی رای مستقیم کسی که بعد تعلیماتی که الله روان کرده به واسطه پیغمبری خود به او پناه میبره و او را چراغ زندگی خود جور میکنه او در سرات مستقیم هدایت شده اینی سرات مستقیم است امروز ما میبینیم ابلیسی لعن چی کارا میکنه مرکز درس قرآن کریم چه قسم متهم میکنه چه قسم مردم تحریک میکنه چه قسم منع میکنه چرا؟ تعهد کرده قسم خورده که من ماندنی نیستم یا الله بندگانی تو را طرف رای مستقیم رای مستقیم از توحید بود در شرک دعوت دا میداد رای مستقیم تعلیمات قرآن فامیدن و عملی کردن بود این میگن نه 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 در قرآن نشد در زینیه که میندازه که قرآن ای قدر کلان کتابی را که میفهم بیا امود حلال ارامه کمی فامیده پش نگردی خواب درس در پالی خانه روز اما در زین تو مندازه میندازه میگه این قدر قرآن کی میفهمی برو بخی گوی بر دی وسوسه را میندازه ما بود هم یا دیگر رقم مردم باشه خوب برادر خود دیگر رقم مردم باشه قرآن هم. یک روز که دیگه طرف آدم دعوت میداد آدم میفهمه لیکن اینمی وسوسه را در قلبت بندازه به بخاطر که در قرآن نرمی سه هم. وسوسه را د عین د قلب مولا انداخته مولا چی میگه چی عقیده داره میگه ترجمه قران کسی بکنه که 14 علم خوانده باشه صحابه 14 علم خونده بود عجیب است شیطان نمیگذاره که بندگان الله متعال به قرآن و بسته شون، با قرآن تعلق و رابطیش پیدا شوه قرآن بدانند مقصدش اینی اینی طور حالات است و امروز خو گپا دیگر رقم شده کسی که درس قرآن میده مردم ام ای اصلا وسوسه های شیطان است مردم سرش چی میونه مهر میزنه تاپا میزنه میگه نه عجیب آسان مخلوق الله مخلوق الله از این نعمت بزرگ کی میباشه محروم میباشه ترجمه قرآن شروع میشه نشفید میخی زمیر میره می وقت طرفی قرآن بس چی میگه دو کو کی ما هدایت چا عجیب بس هدایت الله در گوشید گفته میشد خیستی رفتی در خانه اونجا باز تلویزیون چالان کردی اونجا رادیو را گرفتی موسیقی را شنیدی باز میگه دعا که الله مرا ببخشه الله تو را میبخشه چی رقم ببخشه چی رقم دعا برات شوه تو خسرات مستقیم الهی کردی خودت روان شدی دیگه طرف الله رحم بکنه تا آلی را مردم ما درک نداره که ما چی میکنیم این مردم تبلیغات میکنه چی یک حقیقت داره این مردم که می... چیزی میگه تو بیا که من از آزمایش کنم تجربه کنم که راستی مردم به گمراهی میره یا یعنی چیزی را فهمیده آیه 118 سوره صفات در این بر ما الله متعال نشان میده که صراط مستقیم راه انبیاء علیه السلام و تابع دارانش است چرا اینجا الله متعال میفرما از بالا ولقد مننا على موسی و هارون ما احسان سری موسی و هارون علیه السلام کرده بودیم چی احسانات کردیم احسانات خدا ذکر میکنه ذکر میکنه یکی از احساناتش اینه نمیسته که هده اینا المستقیم ما هدایت کرده بودیم ما رهنمایی کرده بودیم اردوره به سوی راه مستقیم یکی از نعمت های بزرگ الله این میسته که انسان هدایت میشه به سوی سراط مستقیم پس در راه انبیاء علیه السلام روان شدن در سراط مستقیم روان شدن است ابلیس لعین ای چار مورد نمیگذاره چار مورد نمیگذاره زمانی که توحید پیش میکنی در شرک تو را زمانی که تو چنگ به قرآن میزنی رای قرآن را پیش میگیری علم قرآن میگیری میگیری واسوسه های دیگر را پیدا میکنه و دیگه دیگه چیزات تو را میسازه در افغانستان ما قرآن کریم و قدر مردم نمیشناسه مصنوی را میشناسه خوجافیز را میشناسه گلستان و بستان میشناسه چیست؟ تفسیر وجود نداشت حدیث وجود نداشت همین قدر علما حتی یک یک ترجمه فارسی یک یک حدیثا یک نمیکرد کل کلگی سر بودن الله کجا فضا بخون میگم نغمه بابی کجا و من خراب کجا برد دل و من دل بر جانان من داخلش نون بیاد آخرش بی بیاد آخرش تی بیا خلاص کل عمر کل عمر ای کار همون تو رادی نیسته ابلیس محنت کرده ابلیس محنت کشیده مردم با این مبتلا کرده برو مصنوی الله اکبر ای قرآن است به زبان پهلوی به زبان فارسی قرآن است کی گفت قرآن است چه قسم قرآن هستی اونجا واقعات هست که یک دفعه تو بخونی شاید که کتاب دیگه بند کنی دیگه دعام عمر پس ایلا نکنیش و او تفسیری آیت قرآن میشه عجیب است ابلیس الى چه قسم کار میکنه ما را در کجا مصروف کرده رای مستقیم عبادت است ما را در کجا عبادت مبادت از پیش ما باقی مانده نعوذ بالله خلاف کاری رای پیغمبر است پیش ما باقی مانده آلی رای پیر صاحب رای آغا صاحب رای خوجه صاحب رای مولی صاحب رای ملا صاحب راه پیدا کرده یک کسی نمیگه که او برادر ای مولی این طور گفته ای مولی این طور گفته او این گفته گفته نه نه از مولا نه رسول الله چی گفته صلی الله علیه و سلم نزا حل است مولا را چی کنیم رسول الله چی گفته بس رسول الله که چیزی گفته من قابل قبول اس معصوم است خطا نمیشه مولا و مولی خطا میشه آسان گپ اما ابلیس لعین نمیگذاره امیال محبت پیغمبر در قلب مردم زیاد است یا محبت یک استاز یقین به الله محبت استاز زیاد است امام مذهب پیش مردم خیلی قدر و قیمت داره یا پیغمبر علیه السلام مذهب قدر و قیمت داره بر پس به چشم سر میبینی یعنی پیشتر یکی از برادرها که برای زنگ زده بود در مسجد مردم جمع شده گفته که آمیه بزرگ نگوی خلاص میزنیم تا قطعه ما مشوره داشت شما ببینید آمین بزرگ نگوی قمارباز منه نشد زناکار منه نشد پولری منه نشد کسی که آمین بزرگ میگه منه شد از مسجد الله در مسجد یا نبیا یا که آمدی نگوی وقتی از مولی پرسان میشه مولی به چی میگه یک میلیون نفر خفیه بگو یک نفر جهر بگوی یک میلیون نفر که تو تو بدبخت مولی رفته یموجا یک میلیون نفر که جهر میگه باز تو خفیه بگوی تعجب است ما ایران ماندیم که دین چی است دیدی که دین هکی... حالی دین برای کی رسید وقتی مراجعه به تو شد می که معزله پیدا شده مردم نادان و جاهل است باید فتوای حق میدادی بگویی که برادر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است قال ده حدیث می ازا قال ولد دالین قال آمین و مد بها سوتا پیغمبر رئیسان وقتی ولد دالین میگفت باز میگفت آمین اگر با جهر نگویم خبر میشه کسی کشکدن باز از کجا معلوم میکنه که در, در, نفس خود بگوید انصاف نیست اگر امی عالم انصاف داشته باشه بعد به با مردم بگه که او مردم در مذهب ما خو خفیه هست اگر از انصاف کار بگیریم از خفیه که جهر حدیثش قویست کسی که کار میکنه ایج گا شما غرض نگیری بان که یک سنت رسول الله صلی اللہ و وسلم لیکنو برش میگه میگه یک میلیون نفر خفیه یک نفر ما نه این دین است ابلیس لعین این می قسم خطا میکنه مردم در سرات مستقیم چرا قسم یاد کده اقعدن لهم سرات و کل مستقیم میشینم برای ای بندگان تو در راه مستقیم نه که در راه مستقیم روان باش تلاش میکنم که از راه مستقیم چپه کنم شد چرا؟ اون جمعه حدیث اونه باز پشت سر ایت اس ثم لااطینهم از چهار طرف مم ک د دیگهه حلقه انشاالله مییم حدیث اس امام احمد ابن حنبلچیزته روایت کرده ازصبر ابن ابیفاک صحاباستو میفرمایه سمعت رسول الله صل الله علهوسلم یقول م از پیغمبر علیه السلام شنیدم ک میفرمود چه می گفت ان الشیطان قعد ل ابن ادم شیطان شیشت برای ابن دم به طرقی به تمام راه های خیر راه که یقینا اکامیاب کامیاب می شود و مقصد میرسه. فقط له به طریق الاسلام اول در راه اسلام برش نشاست. فقال در قلب قدر دین سابقه را معظم می سازد مزین می که قطعا نه 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 به هیچ وجه قبول نمی کنه که مردم دعوت می چقدر دین آبا و اجداد چیزی که پدرای ما کرده ماندنیش نیستیم ابلیسل نن میمانه میه اتسلمو تو اسلام میاری و تذهرو دینک و دین آبایک دین خده دین پدرای ته میمانی قال پیغمبر علیه السلام میه ف عصاه امی آدم نافرمانی شیطان کرد و اسلم اسلام آوارت نکرد قبول گپی کیره ابلیسه قال وقعد له بطريق الهجرة دراية در هجرات برش نشاس فقال برش قفت تهاجر و تدع عرضك و سماك زميني توا خانيت تا ميكزوري چيزي كي سقف سريتو تو کرده و انما مثل المهاجر كالفرس في طوالي مثال مهاجر بمثل يك اسب اس در ريسبان باشا كي خدا خطا کرده نمي دور دور مي لكن خطا نميشه چي مي كي ميري خانه و وطن آبادی را میگذاری و هاجره آدم اولاد آدم علیه السلام نفرمانی کرد، هجرت ادامه داد ثم قعد له به الجهاد بعد از در راه جهاد درش نشست اسلام آورد نف... از قبول نکرد اجرات کرد از قبول نکرد آلی در راه جهاد میشینه و هو جهاد نفس و المال او جهاد نفس و مال اردوش است چی میگه؟ دفسم که نفسم قربان کو فدا کو در راه دین الله و مالم فقال تقاتلو جنگ میکنی باز تو کشته میشی چی میشه باز فتون که حل مرعه و ویق سامل مال زن نکا میشه مال تقسیم میشه چی میکنی که خدا میکوشی قال فعصاه و جاهده اینی مسلمان اینی بندی الله متعال نفرمانی شیطان کرد جهاد کرد آلی چی میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در او راهایی که کامیابی انسان است این نشست تلاش کرد که ای را برگردانه لیکن این مردکه نگشت آن چیزیرا که قصدو اراده کرده بود اگر جهاد بود اگر هجرت بود اگر اسلام بود کلشه تکمیل کرد پیغمبر اعیه وسلام چی میگه قال رسول الله صل الله عليه وسلم فمن فعل ذلک منهم کسی که اینمی کاره انجام داد از بندگان الله فمات وفات کرد کان حقا علی الله ای ثابت بالای الله ست چی ا یدخله الجنه که د جنت ایر داخل کن بهخاطر که نافرمانی از شیطان کرده فرمانبرداری اس ک کردهاز الله متالی او قتله یا کوشته شوه کان حقا علی الله یدخله الجنه ار کوشتم شوه ای ثابت است بالای الهالله سر خود لازم کرده تفضلا و احسانا ا اعزاز بنده خده میکنه عزتمندی بنده خده داره ک ار جنت داخل میکنه و این رق ار رق شود ان حقا عل اللهخالجنهارق حق است ثابت است بالای الله کی را در دا جنت داخل میکنه اوه قصد هدا بتون یا که کدام حیوانی را پرتشه کان حقا علی الله یدخله الجنه شیخ البانی صاحب حدیث صحیح گفته معلوم شد که شیطان میشینه نمیگذاره انسان در کار خیر قسم یاد کرده دشمنی خود اعلان کرده اینی حالات ابلیس است پس چطور شده میتونه که یک بندی مؤمن پیروی شیطان بکنه چرا در هر رای غلط و انحراف که رفتی نعوذ بالله پیروی از شیطان است تابیداری شیطان است و شیطان دشمن قوی ماست ما را حلاک می سازه الله متعال به فضل مرحمتش بر ما بیان کرده گپای از او شیوه های شیطان کلش بر ما واضح کرده ما چرا گپیش بپذیریم و به او شیوه او را رفتار کنیم برای حفاظت خود باید تدابیری بگیریم چه رقم تدابیر ما گفتیم که سرات مستقیم بعد از پیش ما <متشوه> <سراط في مستقيم> م نشو رات مستقیمباد م یدا نرت نمنشو تابعع شیطانشویوباللشاب شم سر مشاهدهمن شیطان چقسمانسان خطاماللهتاتوفیق نصیبن شما راست هم شیطان بشناسیم رات سیسههاشونشو نعوذ باللهعمرما در تابعدار شطان مصفشاطانبوب راہی مستقیمی پر مناصب کنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وسلم دیر زیادم پریشانہ دلتاں جدائی کی کلبدر سن تنگ رسول دا جا دنیا گئی کی کلبدر سن تنګ م رسول الله چې مو دنیا گئی کې قلب درد زن خدای می دی نسې کرستا دیدار په زندګۍ کې قلب درد زن تنګ م رسول الله چې مو دنیا گئی کې قلب درد زن تنګ م رسول الله چې مو دنیا